شب گذشته کنفرانسی با حضور چند فعال حقوق بشری در باشگاه مطبوعات پاریس برای خانم سکینه محمدی آشتیانی انجام گرفت. برای اولین بار فرزند وی سجاد از طریق تلفن و به طور مستقیم به جمع روزنامه‌نگاران در پاریس پیوست و به پرسش‌های خبرنگاران حاضر در محل پاسخ داد. در پی تلاش‌های اروپایی، فرانسه نیز اگر نه بیشتر از سایر کشورها، اما به طور پیگیر نگران سرنوشت سکینه محمدی آشتیانی است. عصر روز سه‌شنبه باشگاه مطبوعات پاریس شاهد تلاش دیگری بود که نویسنده و فعال حقوق بشر برنار هانری لوی مبتکر آن است. سخنرانان همگی ایرانی هستند و هر کدام در رابطه‌ای با سکینه محمدی آشتیانی. Merci à tous d'être venus à l'invitation de la règle du jeu. Il n'est pas fréquent qu'une revue littéraire. برنار هانری لوی میگوید من به سراغ شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی رفتم تا صدای انعکاس سکینه باشم. خیلی خوشحالم که در اینجا هستم. من اولین بار در پاریس پرس کنفرانس هستم. خانم مینا احدی گفت که در دانشکده پزشکی شهر تبریز، همانجا که خانم آشتیانی زندانیست درس خوانده و 30 سال پیش در زندان همان شهر همسرش را اعدام کردند. در زندانی که من بودم بهش بند 8 میگفتم. شهناز غلامی همبند سکینه محمدی آشتیانی از شرایط بد زندان گفت. او توضیح داد وقتی دختری به نام انوری را که دانست سنگسارش خواهند کرد و بیهوش شد به روی برانکار گذاشته، او را به محل آوردند و سنگسار کردند. در میانه کنفرانس بود که با وکیل او هوتان کیان و نیز با فرزند وی سجاد تماس تلفنی برقرار شد و بعد از گفت و شنود 20 دقیقه‌ای از فرزند سکینه محمدی آشتیانی پرسیدند برای شما چه باید کرد؟ وی سجاد من گفتم ما حمایت معنوی زمانیان و هم از مادر مدنخواه هم برای آقای حوتن کیان هم و برای خودمون چون ما واقعا تحت فشار هستیم. سجاد ادامه داد ما به حمایت معنوی جهانیان نیاز داریم و در پی او محمد مصطفایی وکیل و حقوقدان گفت سکینه محمدی امروز سمبل است. وی همچنین از شیوا نظر آهاری قدردانی کرد و سپس محمود امیری مقدم نگرانیش را از ندیده گرفتن پیش از پیش حقوق بشر در ایران بیان کرد. سکینه محمدی آشتیانی یک زنی هست که به نظر من قربانی قوانین ضد انسانی و ضد زن جمهوری اسلامیه، ولی الان خوشبختانه به خاطر یک کمپین گسترده جهانی که هست، عکس سکینه را در کنار عکس ندا آقا سلطان باید گذاشت و گفت که الان نمایندگی اعتراض میلیون ها نفر مردم ایران و دنیا را میکنه علیه سنگسار. راستش من همیشه نسبت به اینجور پرونده ها خوشبین بودم، چه در زمانی که در ایران کار میکردم و چه الان که خارج از کشور هستم و امیدوار هستم که نه تنها سکینه محمدی بلکه کسان دیگری که در شرایط ایشون قرار دارن هر چه زودتر از مرگ نجات پیدا کنن و امیدوار هستم که دولت جمهوری اسلامی ایران قانون سنگسار رو به صورت کلی از قوانینمون حذف کنه. من امیدوارم که توجه بین‌المللی که پرونده خانم سکینه آشتیانی گرفتند در مورد تمامی پرونده‌های سنگسار دیگه و همچنین اعدام در ایران ادامه پیدا کنه، چون ما میدونیم که ایران در مقابل جمعیتش بیشترین تعداد اعدام رو داره در دنیا. من به عنوان کسی که با سکینه تو زندان بودم و تجربه های مشترکی از درد و رنج و بیچارگی رو توی این زندان تجربه کردیم، این یعنی پیام رو دارم به این کارزار جهانی که سکینه تنها نیست و کارزاری که به وجود اومده تنها این رو نمیخواد که حکم اعدام یا سنگسار سکینه لغو بشه. این کارزار یک کارزاریه که برای لغو
تمامی گواهین زن ستیزان است توی جامعه و امیدوارم که هم سکینه و هم همه ما زنها از این کارزار جهانی بهره مند بشیم. باشگاه مطبوعات پاریس. جمهوری اسلامی ایران میگوید کشورهای جهان نباید موضوع سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را به یک مسئله حقوق بشر تبدیل کنند. متاسفانه دفاع از فردی که به جرم قتل در حال محاکمه است و قتل و خیانت دو تخلف عمده این خانم بوده نباید تبدیل به موضوع حقوق بشری بشه. اگر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت اگر آزادی همه کسانی که مرتکب قتل شدند یک مسئله حقوق بشر است، پس اروپا هم باید همه قاتلان را از زندانهای خود آزاد کند. دوستان و بستگان خانم آشتیانی میگویند واهمه دارند که مقامات حکم اعدام وی را اجرا کنند. فرزند خانم آشتیانی و یکی از وکلای وی میگویند ماه رمضان که تیان از اجرای احکام اعدام خودداری میشود هفته آینده به پایان میرسد و اسوشیتد پرس به نقل از یکی دیگر از وکلای وی گزارش داد که هر لحظه امکان دارد حکم سنگسار خانم آشتیانی اجرا شود. کمیسیونر اتحادیه اروپا میگوید شنیدن صدور حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی برای او رعب‌آور بوده است و آن را ورای واژه وحشیانه توصیف میکند. I am appalled when I hear that Sakine Mohammadi Ashtiani is sentenced to death by stoning. This is barbaric beyond words. جوزه مانوئل باروسو در سخنرانی در برابر پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت ما چنین اقداماتی را که بر مبنای هیچ ارزش اخلاقی و دستورات دینی قابل توجیه نیست محکوم میکنیم. باروسو خطاب به نمایندگان پارلمان تاکید کرد قدرت جهانی بودن همچنین به معنای دفاع از ارزش‌های مورد احترام ماست. حقوق بشر قابل چانه‌زنی و مذاکره نیست.